برام خدا سلام مجدد. ویژه برنامه جام ملت‌های آسیا تا دقایق دیگر. تیم ملی فوتبال ایران به مساف چین خواهد رفت مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا 17-2019 امارات. لحظاتی قبل هم ژاپنی‌ها موفق شدن 1-0 ویتنام را شکست بدن. مهمانان ویژه و متفاوتی داریم که اگر تصویر لانگ به دوستان بدند، آقای امالله نورستانی رئیس عملیاتی سازمان SLFC و آقای عرفان ابراهیمیان که از ایران آمدند. پیشتر صحبت خواهیم کرد در رابطه با این مسابقه. فردا شب هم شب نبرد هست. آقای ابراهیمیان مشخصا برای شب نبرد آمدند. بسیار خوش آمدید میگیم برای شما که از ایران آمدید آقای ابراهیمیان و دوست خوب ما همکار عزیز ما آقای نورستانی. بسیار خوش آمدید. تشکر بسیار زیاد. بخوام بفرمایید شما. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه طلوع و مردم عزیز افغانستان، در خدمتتون هستم. شما سلامت باشید. دو تا بهانه داشت دعوت آقای ابراهیمیان، هم شب نبرد و هم اینکه تیم ملی فوتبال ایران بازی داره و بی بهانه هم اون نورستانی رو دعوت کردیم که باشن در کنار ما. من فقط میخواستم که پروموشن شب نبرد شوه. بفرمایید. میخواستم که بیننده های عزیز ما از طریق تلویزیون لمر و تلویزیون طلوع فردا شب ساعت 9 بجه لایو ما را ببینه و تشویق کنه ورزشکارای افغانستان و تشویق کنه ورزشکارایی که از خارج آمدن. شب نبرد همیشه یک مسابقات خیلی جالب می باشه و به خاطر ازی آمدیم که یک یادآوری کنیم که من فکر میکنم فصل متفاوتی را انشاءالله تجربه میکنیم. انشاءالله. بسیار زیاد خوش آمدید آقای نورستانی. فوتبال میبینیم؟ بله ها، من فوتبال میبینم، زیادتر لالیگا را میبینم و زیادتر در لالیگا بارسلونا، همه مسابقات بارسلونا رو ما تعقیب میکنیم. بله متاسفانه خب خیر ایگه پامیه هنوز هم صدر جدول هستیم، مشکل نیست. رونالدو هم خدافیزی کده برای آلیا که از باز هم تسلیت میگم. بگذاریم نه؟ میگذاریم. آقای ابراهیمیان صحبت کنید، تیم ملی فوتبال ایران بازی داره، از احساستان بگید چی فکر میکنید. شما به مرحله یک چهارم نهایی رسیدید. از سال 2007 ایران موفق نشد از این مرحله عبور کنه. بله. 2007، 2011 و 2015 ایرانی ها باختن در این مرحله از رقابت ها. نظر شما همینطور که احساس خودتون دیگه کارشناس هستید و استاد، میدونید که امسال تیم متفاوتی تیم ایران داره و بسیار تیم خوب شده و مربی بعد از چند سال کار کردن با این تیم ها با اون نتیجه درخشان تو جام جهانی بالاخره یکی از با بهترین تیم های دنیا فوتبال بازی کردن و هیچ کم نیاوردن و همش هم رو به جلو بودن. بله، فوتبال متفاوت مراکش بازی کردید، مراکش بردید. بله. با پرتغال مساوی کردید تو 1-1. بله. و اسپانیا باختید. ولی خب یه باختی بود که واقعا متفاوت بازی کردید. حتی میتونست بازی مساوی باشه. فکر میکنم قهرمان آسیا بشه دیگه ایران. یعنی از چین میگذره؟ 100%. شما چی فکر میکنید امسال تیم هایی که باقی موندن؟ ژاپن که صعود کرد رفت به جمع چهار تیم برتر، چین، ایران امشب بازی میکنه، کره جنوبی، قطر فردا و همچنین امارات که میزبان هست با استرالیا که مدافع عنوان قهرمانی است. فوتبال آسیا رو دنبال میکنید؟ فوتبال آسیا رو زیاد دنبال نمیکنم. خب ما پشتوانه تیم ایران میکنم، یک چون که هم زبان است و هم سایه هست و ابراهیمیان که از دوست بسیار نزدیک ما هست، به این خاطر تیم ایران در انگلیسی میگه all the way دیگه. خوشبین هستیم، ببینیم چی میشه. تشکر. شرایط رسانه ها را چگونه میبینید در افغانستان؟ ما شب نبرد را پوشش تلویزیونی داریم، مسابقات جام ملت‌های آسیا نشر میشه، لالیگا، بوندسلیگا. فکر میکنم یک بستر خوب فراهم شده برای اینکه رسانه افغانستان بتونن به پوشش رویدادهای ورزشی بپردازند. بله. شما چی فکر میکنید؟ واقعا شبکه طلوع و برنامه‌های ورزشیشون واقعا متفاوت است. ولمر خیلی متفاوت است نسبت به ذهنیتی که مردم به مثلا تلویزیون افغانستان میتونن داشته باشن، هم کیفیتش، هم اینکه کارهای خارق العاده و جدید و نوعی رو انجام میده. ولی الان راجع به این موضوع صحبت کردید، من یاد این موضوع جنجالی شما با آقای انصاریان افتادم. نمیگذاریم. اولا که من اگه بیننده ایرانی داریم من معرفی کنم بهشون، آقای قیصاری ایشون بودن گزارشگر اون مسابقه فوتبال. از کشور دوست و همسایه ایران خیلی برای ما ویدیو میاد، پیام میاد و ایرانی های عزیز مسابقات را میبینند. سلام به
شما انشالله هر جایی که هستید خوب و خوش باشید و از تماشای مسابقات از لمن لذت ببرید. سلام به هموطنان عزیزم در نقاط مختلف جهان که میفهمم از نقاط مختلف اروپا و آمریکا هم بازی ها رو تماشا میکنن. بله، شبکه های لمر تو ایران هم طرفدار زیاد داره، هم به واسطه شب نبرد هم به واسطه برنامه فوتبالی که الان دارید خیلی طرفدار دارید، و همین که به واسطه اینکه هم فرهنگا خیلی با هم نزدیکه، تو برنامه‌ها خیلی مشترک هستیم، هم زبان خیلی اصلا زبان ما، لسان ما به قول شما یکی هستش و ما به راحتی میتونیم ما فقط یعنی... یک یک میگیم. نه، اینم آقای انصاریان به مزاح یعنی به شوخی اومدن این موضوع رو بگن که مثلا یه جذابیتی داشته باشه که رسانه اومدن که از این آب گلالود یه ماهی گرفتن و شلوغش کردن. در واقع نه دشمنی هستش نه تمسخری هست. ما الان خودم من کرد هستم، ما هم یک و یک میگیم، هیچ مشکلی نیست. تشکر میکنم از جناب نورستانی و شبکه طلوع و لمر که این کار بزرگ رو و فکر میکنم یکی از کلانترین و بزرگترین کارهایی هستش که تو منطقه انجام شده، نه فقط تو افغانستان. ما الان تو پاکستان، ایران، تاجیکستان، حتی قزاقستان، قرقیزستان هیچ سازمان پرفشنالی نداریم که با کیفیتی که الان داره SLFC فعالیت کنه و کیفیت ورزشکارانی که در فایت نایت شب نبر حضور دارند. کیفیت ورزشکارا به نسبت مدت زمان فعالیت واقعا خوبه. چون شما نمیتونید الان مثلا فایترهای سازمان SLFC و با فایترهای UFC امریکا مقایسه کنید، چون اونا سالیان سال دارن فعالیت میکنن و لول فایترها چند لول از اینجا بالاتره، ولی به نسبت مدت زمانی که شروع به کار شده واقعا متفاوت شدن. شما فایترهای اول همیشه به نبرد رو برید نگاه کنید با الان، فایترها شاید بگم 80% تغییر داشتن همون فایتر تا الان. و یه موضوع دیگه هم بگم که ما تو ایران یا خیلی کشورهای دیگه اینجا چیزو میخوام بگم، حمایت تلویزیون و مدیا رو میخوام بگم. ما تو ایران نه تنها حمایت نمیکنن از ورزش ما به عنوان یک ورزش، خیلی دارن کارشکنی هم نسبت به کار ما دارن انجام میدن. امیدوارم یه روزی ایرانی ها سر این موضوع الگوبرداری کنن از شما. هیچ مشکلی نداره الگو برداشتن، هیچ نه ضعفی هستش. بالاخره آقای نورستانی یه نوآوری کردن داخل افغانستان که میتونه برای ما الگو باشه. ما هم شبیه اینا با کمک هم دیگه یک سازمان خیلی قوی در خور شأن نام ایران ما هم داخل ایران داشته باشیم. یعنی من از همین تریبون اگر مسئولین میبینن درخواست دارم به پیشنهادات ما هم یه مقداری گوش بدن، یک مقدار کمک کنن که MMA ایران هم همچین رشدی که الان ما تو افغانستان داریم داشته باشیم. تشکر. برنامه از فوتبال جدا شد، صحبت های بعدی و صحبت های بیشتر در رابطه با MMA باشه برای برنامه هان سوی شب نبرد. انشالله از طریق اسکایپ با شما در ارتباط هستیم. شما بسیار. فکر میکنم فردا پس فردا بعد از مسابقات برنامه فردا صبح که هستم، فردا صبح ساعت 10 رو هستم دیگه، شب نبرد بعد انشالله از طریق اسکایپ. انشالله شما سلامت باشید. من در خدمتتون هستم، خیلی خوشحال شدم با شما هستیم. وقفه. باز هم خوش آمدید تا دقیق دیگر. تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی فوتبال چین در یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا بازی خواهد کرد. بازی جذابی خواهد بود، مطمئناً این بازی را از دست ندید و تماشا کنید. آقای عرفان ابراهیمیان رئیس سازمان IFC همچنان با ما هستند، دوست ایرانی ما که اینجا هستند برای رقابت‌های شب نبرد آمدند، و همچنین امان الله نورستانی عزیز. طرفدار کدام بازیکن ایران هستید؟ من دو تا بازیکن میخوام نام ببرم. یکی این که یکیشون همزبان ما هستش و لک زبان است و من خیلی دوستش دارم، آقای بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی هستش، و اون یکی بازی قبلی مک پنالتی رو گرفت. آره دیگه اون ببخشید برای کلام شما، بیرانوند بازیکنی بود که جام جهانی 2018 پنالتی کریستیانو رونالدو رو گرفت. و بهترین بازیکنی که من علاقه دارم، چون ما تو رشته ورزش ما زد و خورد زیاده، یه بازیکن قلدر ایرانی اشکان دژاگه هستش که خیلی دوست دارم. اشکان دژاگه از مرام خوشم میاد، چون که در جام جهانی 2014 خیلی خوب بازی کرد با مقابل تیم مر البته آرژانتین، که باز هم جادوگر فوتبال البته او مسابقه را بر ما برد، اگر نه خیلی سخت شده بود. احساساتی شدین. و جادوگر فوتبال برگشته امسال در کوپا امریکا همراه با تیم ملی فوتبال آرژانتین حضور خواهد داشت، مسابقاتی که در برزیل برگزار میشه. و کیروش
این روزها حاشیه‌های فراوانی برای سرمربی تیم ملی فوتبال شما در ایران ایجاد شده، حتی به جنگ لفظی با وزیر ورزش ایران کشید. کیروش صحبت‌های در رابطه با وزیر ورزش ایران کرد. چگونه می‌بینید آقای کیروش بعد از جام ملت‌های آسیا خواهد بود در تیم ملی فوتبال ایران و تقابل امشبش با لیپی؟ من دقیقاً در جریان این مشکلاتشون نیستم و نمی‌دونم چه اتفاقاتی افتاده، ولی لازم من یه طرفدار تیم ملی. دقیقاً شما یک طرفدار هستین، یک ایرانی، یک علاقه‌مند فوتبال ایران. فاصله فوتبالی که ایران الان داره بازی می‌کنه با کیروش با چند سال قبل از اینکه کیروش بیاد فکر میکنم 80% هستش. یعنی به نظر من به عنوان یه شخص معمولی که فوتبال رو فقط نگاه میکنم، از نظر من حیفه که کیروش بره، چون ایرانو واقعا به این سطح رسوند. ولی شاید بره، با کولومبیا صحبت کرده و احتمالاً اگر ایران نتیجه نگیره بعد از جام ملت‌های آسیا بره کولومبیا. نه انشالله که نتیجه میگیره، ولی اگر بره ما دلمون برش تنگ میشه. خب شب شما بخیر. دیدیم تصاویر از ورزشگاه محل برگزاری دیدار تیم‌های ایران و چین. تشکر آقای ابراهیمیان از اینکه آمدید. انشاءالله افغانستان برای شما لحظات خوشی را داشته باشه و خوش بگذره برای شما. قطعا همینطور بوده و خواهد بود، چون من اولین بارم نیست که افغانستان میام و واقعا مردم مهمان نواز و مردم شریفی داره. سلامت. تشکر از هر دو عزیز. وقتم نداشتن، مصروفیت‌های زیادی داشتن، به ما وقت دادن، آمدن و صحبت کردیم در رابطه با شب نبرد، مسابقه ایران برابر چین. انشالله تیم شما هم موفق باشه و ببینیم که امشب چگونه نتیجه خواهد گرفت مقابل چین. تشکر آقای نورستانی و آقای ابراهیمیان. بریم طرف ورزشگاه.